الو شبو، سلامت کو. سلام، چرا خونه اینقدر شلوغ پلوغه؟ مگه بابات اومده؟ این وقت روز؟ اومده بخوابه؟ به به، چشمم روشن. گوشی رو بده بهش ببینم. میگم چرا دلم یه دفعه شور افتادا. الو شمشادی، این وقت روز تو خونه چی کار میکنی؟ خیلی خوب بابا، سلام. این وقت روز تو خونه چی کار میکنی تو؟ حتما نکنه تصادف کردی نمیخوای بری خودت بیاری. ماشینت الان کجاست؟ خیلی خوب. بگو جون بچه ها. نه اینجوری قبول نیست. بگو جون شهاب و شاهین و شبو، ماشین من سالمه و دم در خونه است. آروم باش، آروم باش. سلام علیکم. خیلی خوب بابا، خیلی خوب، باور کردم نمیخوای جون منو قسم بخوری. باشه، خداحافظ. خداحافظ. چی شده؟ آقای مهندس تشریف ندارن؟ از کی تولا مهندس ها تبابت میکنن؟ نه خانم، ما کارگرای آقای مهندسیم. این بدبخت مراده، بیچاره است، از بالای ساختمون افتاده پایین. آقای مهندس کجا ایگه بیکارگر شدی؟ این آجر چیه تو دستت؟ خانم جان، داشتم از اون بالای برج سقوط میکردم، اومدم با کله نخورم پایین، با دستم آدم این آجر رفت دو دستم در میاد. الهی من بمیرم. الان صداش میکنم، الان صداش میکنم. آخ آقای مهندس، بودو که بیچاره شدی. بودو من بهونه مگه نه من کار دارم. سلام علیکم مراد، شما اینجا چیکار میکنی؟ از اون طبقه پنجم سقوط کردم با این طبقه پنجم. اون ساختمون همش چهار طبقه است، چجوری از طبقه پنجم سقوط کردی با این؟ آی مهندس بدبختی، از روی پشت بام افتادم تو زیر زمین. حساب کن میشه پنج طبقه. راجان اینو باید بگی، نگی جای دیگه پنج طبقه. فکر کنه ما خلاف کردیم، پنج طبقه ساختیم، ماده صد میشیم. ایمان که چش بیمنه دارم، بیمنه دارم. حالا چرا آوردنش اینجا؟ مگه آقای اشکانی سر ساختمون نبود؟ آقای اشکانی تشریف بردن دبی. دبی؟ دبی برای چی؟ رفتی تو آلت فرنگی بخره بازه. آروم باش مراد، آخه آقای اشکانی وقتی تشریف میبرن مسافرت که به ما نمیگن. آقای مهندس این آجر چیه توی دستو دل آوردی؟ آقای مهندس من برای خانم جان توضیح دادم، شما چرا رفتی تو دل؟ یکی به داد من برسه، کت و کور افتادم. چقدر لشت سنگینه ما. آخ که چقدر توپوری ماشالله. ای بای حالا چشمت بزن، بزن به تخت. بشونش اینجا. حالا یعنی چی همه؟ آخ آخ آخ. آقای مهندس یه فکری بالش بکنی، گناه داره بنده خدا. حالا بابو چی داری میگی؟ این کلی خرج و مخارج داره. ساکت باشه، من اونجا فقط مهندس ناظرم، اینا به عهده مالک این خرج و مالکم که رفته دبی. خب از آقای منصوری کمک بخواید. آقای منصوری که فقط تزریقات چیه؟ تزریقات چیه چیه؟ آقای منصوری دکتر تجربیه، از ناچاری داره تزریقات پانسمان میکنه بدبخت. جدی میگی؟ بله اینو همه میدونن، چطور شما نمیدونین؟ مراد داد نزن تا درستش کنم. داد نزن. چی کار داری میکنی؟ مگه نمیبینی نوبتیه؟ آقا مگه نمیبینی بیمار اورژانس داریم؟ تو رو خدا بفرمایید بشینید. بیمار اورژانس داره میمیره، بفرمایید. آقا دکتر. بله جانم. سلام.
ببخشید وسط بحثیت مزاحم میشم. یه بیمار اورژانس داریم. اینجکشنه؟ نه خیر، سقوط آزاده. سقوط آزاده؟ نه، این پیگرد قانونی داره. برای چی آید؟ عزیز من چادرش قبلا دستکاری کردن، باز نشد و افتاده مرده. من چیکار کنم؟ چت چی آید؟ تو کارگر ساختمون از طبقه 5 چی میگن؟ طبقه 4 افتاده پایین، تو زیر زمین 5 طبقه. ایشونه؟ بله. سلام علیکم آقای دکتر. سلام، بشینید، راحت باشید، راحت باشید. راحت باشید. آروم باش مراد جان. آقای دکتر. گوشت. این زایده چیه؟ دماغش آقای دکتر. چشه تو ببند جمعه؟ چشه تو ببند؟ جفتشو ببند؟ جفتشو ببند؟ ببند؟ حالا ببند جفتشو، دنتو باز کن، باز کن، باز 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 بیشتر 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 دیگه بیشتر نه، دیگه بیشتر از این نه؟ خب همینجا نگردم، بالا 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 بالا. آقای مندس؟ جانم خودتون بیاد یه نگاهی بکنید. من؟ بله، یه نگاه بندسید. چشم. چی دیدید؟ هیچی ندیدم. منم ندیدم، حدسم درسته. ببین عزیز من، تمام 208 استخون موجود در بدن ایشون خورد خورد شده. شما هیچ میدونید بدن انسان 208 استخون داره؟ نه. حالا آره. خب آقای مهندس همین. خب تشخیص از این بهتر، بدون عکس، بدون آزمایش، بدون خونریزی. آقای دکتر تو رو خدا یه فکری به حالش بکنیم، بیچاره داره درد میکشه. خانم عزیز من چیکار میتونم بکنم؟ ایشون باید بره پیش متخصص ارتوپدی. بنده الان باید برم مسابقه فوتباله، برم اونجا تماشاچی منتظر منن، وقت ندارم. خواهش میکنم بفرمایید، بفرمایید. آقای دکتر ببخشید، اقلا اون آجر از دستش بکشیم بیرون. اون مهم نیست، اون گرفتگی از ول است، ول میده میفته. بفرمایید، بفرمایید. ول میده میفته. ایوا چقدر خوب شد اومدین آقای روشنابادی. خیلی ممنون. من تلفن واجب دارم، یادم بنداز. آره. آره. مراده. آروم باش. تو رو خدا به دادش برسه آقای مهندس. خانم اون چه خبره؟ چی شد؟ آقای روشنابادی، این آقا از طبقه پنجم ساختمون بابا خانم به حالوه. ببخشید، طبقه چهارم ساختمونی که آقای مهندس نکیسا توش کار میکنن افتاده تو زیر زمین. خب میشه 5 تا دیگه آقای مهندس. آروم باش مراد. آروم. سلام علیکم. بفرمایید، بفرمایید. آقای رئیس تو به دادمون برس. چی شده؟ این آقای مهندس همه خرج و مخارجمون گردن اینه. آه، صاحب ساختمون ما رفته خارج. خب واسه برجش توالت فرنگی بیاره از دبی. دبی؟ بله. بابا چی میگی؟ ما رو دفعه گردن من. من اونجا فقط مهندس ناظرم. بابا من چقدر به تو گفتم اون کمربند ایمنی رو ببند. تو نمیخوای دوا درمونمون بکنی نه؟ تو نمیخوای بیمه کنی ها؟ مراد جان ندارم، اگه داشتم که حرفی نبود. خدا. خدا. مراد، مراد جان ناشکری نکن. بعضی ها از یه طبقه ساختمون میافتن در جا میمیرن. تو که ماشالله هزار ماشالله از 5 طبقه ساختمون افتادی، فقط 208 استخونت شکسته. 208 بله. بابا چی میگی فیروز؟ باز میگه 5 طبقه. بابا یه طبقهش زیر زمینه. ببینم مهندس، این کارگر بدبختی که از اونجا افتاده 208 استخونش شکسته، تکلیفش چیه؟ مگه دفترچه نداره؟ مگه تو کارگرات بیمه نمی کنی؟ بابا جا اینا کارگرای من نیستن. از کارگرای کی هن؟ آقا من اونجا مهندس ناظرم، کار مهندس ناظرم نظارت کردنه. تو اون پروژه قبلیه یه کارگر از طبقه هشتم افتاد پایین، من فقط نظارت کردم افتاد زده. خب بله، برای اینکه این خرج و مخارج رو بیاره به عهده مالکه. بدتر از گناه نیار عزیزم. نظارت تنها که به درد نمیخوره، نظارت خشک خالی که مفت گرونه که. با چیکار کنم؟ تو باید بتونی به موقع تذکر بدی، بتونی به موقع مخالفت کنی، دخالت کنی، حتی اطلاعیه صادر کنی. به قول فرخی تو این گونه موارد دو سوم مالک، یه سوم ناظر. انصاف داشتش بدبخت کارگری بیچاره. دخالت کردم، تذکر دادم، 100 بار به این اشکانی گفتم اینا رو بیمه کنه. امروز کرد، فردا کرد، امروز کرد. در هر حال این آدم مظلوم از دست توی ظالم میتونه بره شکایت کنه.
بله میتونی شکایت کنی. ببین هزینه کامل بیماریشو یعنی معالجاتشو به اضافه حقوق بیکاریشو میتونه ازت بگیره تا زمانی که حالش خوب بشه برگرده سر کار. چاره دیگه هم نداره. درد داره آقای رئیس. مثلا من یه تلفن فوری میگیره ول میکنه آقای رئیس. برنش میبینم یعنی که من میبینم تا 4-5 سال دیگه هم خوب شدنی نیست. تازه اگرم خوب بشه خدای نکرده نقص عضوی چیزی. نه بابا مراد اهل اینجور چیزا نیست. اهل نقص عضو شدن؟ نه بابا شکایت کردن رو میگم. بابا شکایت کردن که اهلیت نمیخواد. ای بابا وقتی از 208 طبقه میفته زمین میره تو خونه میفته مجبور ازت شکایت کنه دیگه. چاره‌ای نداره. حالا چیکار کنیم؟ هیچی. سعی کن فکر کنم. ببین من فکر میکنم خودتو بکن وکیل من. چی؟ یعنی من بکن وکیل خودت. من بکن وکیل خودت. کارت نباشه. شما رو؟ آره دیگه وکیلم. ها؟ میگم وکیلم. بله دیگه وکیل شو تموم شو. آره وکیلی کی؟ من دیگه وکیل شما. اجازه بده درست کن. میشه کاری دامش. آروم باش مراد. آروم باش آقای رئیس اومدن کمک کنم. آقای رئیس طرفدار مظلومان. آقای مظلوم، آقای عزیزم، آقا اگر مسئله شما شکستگی استخوانه من میگم این جناب دکتر حلش کنه. این کار است. این شکست بنده هم میشکنه هم میبنده. خیالت راحت راحت باشه. آقای رئیس شما که طرفدار کارگارا هستین این دکتر شما دیوانه هست. به دماغ من میگه زائده. نه شما خیالت راحت بشه. به این آجر که تو دست من رفته میگه ول میتو میوفده آقای درهی. شما نگران نباش. کجا دکتر جون؟ سلام. دست نمیبوسه. کیه؟ کار خود. نه آقای رکن‌آبادی نه چی آقا همینجوری سرتون میندازه که پایین؟ آقا نگه اینجا بیمارستانه. من چی کار کنم آقای رکن‌آبادی؟ به آقای مهندس گفتم کار من نیست، کار ارتوپدیه. الان تو بگو تکلیف من چیه؟ به خاطر آبروی این دفتر من چیکار کنم؟ این از 208 طبقه افتاده زمین بدنش 5 تیکه شده. چی کار کنی؟ به ما پناه آورد. آقای رکن‌آبادی جانم آخه موضوع تنها جا انداختن که نیست. اصلا جا انداختن 208 استخون برای من کاری نداره. من استخونای دایناسور جا انداختم. این که چیزی نیست. منتها بعد از جا انداختن باید محکم گرفته بشه. میفهم. که بعد از جا انداختن دو مرتبه از جا در نره. خب این وسیله میخواد. امکانات میخواد. من ندارم اینجا. اینو باید ببرید یه جای دیگه. یه بیمارستان مجهز دیگه. بابا اینا بیمه ندارن. خب. دفترچه‌شو ندارن. پولم ندارن. خب بدبخت دیگه. خب دفترچه بیمه نداره بدبخت. معلومه هیچ بیمارستان اینو راه نمیده. فقط من یه بیمارستان سراغ دارم که کجاست؟ غیر انتفاعی ها. کجاست؟ تو محله تو شهرک زورگووره. کجا آقای دکتر؟ عزیزم من میدانم کجاست. شهرک زورگوور. اونجا ما تو یک برج کار میکردیم. خیلی هم مجهز مدر. برو ببین کیا میرن اونجا. ببرشون اونجا. زورگوور. بله چیز مهمی هم نیست. اول بیمار رو وزن میکنن، به اندازه وزنش اسکناس ازش میگیرن، بعد بهش پذیرش میدن. آقا تو میخوای سر ما رو شیره بمالی؟ بری فوتبالت رو تماشا کنی. یواش. آقای سلام آقا. سیل‌آبادی این چه ریختیه؟ آقا ببخشید الان دستامو میشورم قهوه‌تون رو میارم. ببخشید تو از این کارا میکردی ما خبر نداشتی؟ نه آقا دفعه اولم الان چیز اومدم اینجا استکانا رو بشورم دیگه دیدم که این آقا شکمش هزار تا بخیه باید بخوره شده این هزار پا شکمش دیدم آقای دکترم دستنها گفتم یه خورده کمک کن. متشکرم جان. پس عمل بخیه شدی. ای دیگه مواظب باش جلال مطمئن باشم. دکتر بله
داشته این چی رو؟ قر میزنی چی رو قر میزنم؟ مستخدم رو قر میزنی عبدالچی ها بله از این بعد خواهیم داشت البته با اجازه شما راستی آقا جلال میگم حالا که آقای دکتر استعداد واقعی تو رو کشف کردن تو هم معقول بغلتشون واسا اقلا دو کلم پزشکیت بگیر بعد نیست شایدم خدا رو چه دید شهرم که شلوغه شاید فرق شد یه پرستار درجیه که تجربی مرسی شما بگین آقا چه انفرمیه چی؟ انفرمیه یه کلمه فرانسویه یعنی پرستار من؟ بله بله چه اشکال داره برو آقای خب. دکتر میگم این کارگر بدبخت دست رفت چرا شما حاشیه میری؟ یالا دیگه پس من چی کار؟ کجا داری میری؟ من چی کار کنم؟ ببرشون رو تخت دیگه تخت؟ عزیز من اون تخت رزرواسیونه رزرواسیون ایشونه؟ نه خیلی برای بیمارهای دیگه مگه شما اتاق خصوصی گرفتید از من فوتبال که نذاشتید من برم حالا تخت منم میخواد اشغال کنی؟ ببین یه بار باید رو انداختیم چقدر ناز میکنی خدا پدر مادرتون رو بیاموزه آقای دکتر چیه؟ من که هنوز کاری نکردم برای شما که تشکر میکنید همین که اجازه دادیم بیاین خدمتتون ای بابا به خدا از کتاکول افتادم نمیدونید لحش این مراد چقدر سنگینه بلا به دور باشه ببین بیا بیا رکنی جون کجا بیاد؟ الان میافته خونش میافته گردنی من چی شده؟ من میگم شما برو سر ساختمون تا اتفاق دیگه ای نیفتده مواظب اونایی دیگه باش خب اگه افتاد بیارم اینجا خدمتتون آقای نه اونه دیگه برش مسکر آباد خدا حافظ آقا مراد مواظب خودت باش ها جناح نذار آقای رئیس اینجاست گوش کن ضعف نگیرت تو اینو چی کارش کنم اینو آقای دکتر برات درست میکنه ضعف نگیرت تو حواست باشه خوب به خورد و خوراکت برس خب خداحافظ آقای رئیس خداحافظ آقای دکتر خداحافظ شما ببینید بابا آقا رو ما رو بردی تصمیم بگیر دیگه بالاخره ببین دکتر جون انصاف داشته باش جلال گان جان گان عزیزم شیلنگ 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 آقا تو انباری داری اونجام هست از اون شیلنگ باریک ها یک بیار زود باش جلال آی دکتر این چیه حالا بنده جنون آخه اعدام کنی من جلال پنس زود باش آی من میترسم آی دکتر ای دکتر دستت شفاست هی هی چی شد؟ عرض کردم خودش ول میشه میفته نه افتاد آره آجرو افتاد ولی این خودش هم حالا آقای بکنابادی شما تا نیم ساعت بیشتر وقت ندارید که برید وسایل لازم رو برای ما بخرید یا اینکه برداریم ببرینش بیمارستان مجهزتر ما نمیتونیم چون خاصیتش از دست میده این مرده؟ نه جانم نه مرده ببینید گردن سر سالم حرکت رو ببینید ولی از گردن به پایین همش بی‌حسه کاملا بی‌حس بابا تو هم عجب معرکه کردی یواش بلندش کن بلندش خورده آقا جلال یواش بیارش آروم بشون اینجا بابا رو صندلی بشون رو زمین خودت هم باید همکاری کنی ایشون رو داغونش کرد در آقا دکترم ببن حس نداره اینجا یواش بیار خودت هم باید همکاری کنی حالا به هر حال تو خوبی تو خوبی کلا کار میکنه
سلام علیکم. همیشه باید شلوغ پلوغ باشه مثل این که. چه خبره؟ آقای رکن‌آبادی، ای بابا، این آرزو واقعا به دل ما موند. یک روز خوش، یک روز آرام، یک روز بی سر و صدا رو تو این دفتر ببینیم با این چشمامون. و من همه اینها رو از چشم شما ببینم جناب رکن‌آبادی. همر اجازه بدین جناب استاد توضیح میدم خدمت. آقا جلال، این چه سر و ریختیه واسه خودت درست کردی؟ واقعا که جام جام دوست من چیز دستامو با آب و مای ظرفشویی شستم، خدا چیز متادینم زدم سه بار. برا من دیگه قهوه درست نمی کنی یا همین؟ تمام. سرکار خانم، بنده بسیار خوشحالم از این اشتراک سلیقه در مورد قهوه. خواهش میکنم. خواهش میکنم. البته ببخشید خانم جهان دوست، دور از روی شما با شیر و شکر میل میکنن قهوهشونو. اه؟ اینم جای خوشحالیه. چند دفعه من بهت بگم به کاری که به تو مربوط نیست دخالت نکن. اگه میخواییم برج بسازیم و حرف میزنیم، تو درمانم کنین یا منو بکشید، من بقاعت جان برم دیگه. خب راست میگه این بیچاره. آقا جلال اقلا تو یه کاری بکن. من خانم من چیکار کنم آخه؟ گوله این لباس همون نخورین، آقای دکتر باید دستور بدن. خب پس لااقل بفرمایید اون لباستون رو در بیارید، آدم یاد بیمارستان میافته. میگم خانم حالا یه دقیقه صبر کنین، شاید یه وقت نظر آقای دکتر برگشت خواستن بخیه یه چیزی بزنن. خب مگه ندیدین آقای دکتر نمیخوان هیچ کاری بکنن؟ میخوام بفرماین برن استودیوم هوار بکشن. بله 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 بله. چی رو؟ حالا بیاو درستش کن. نه من استاد امجد میخوام ببینم درست شنیدم. چی رو؟ مریض حی حاضر بدبخت بدحال اینجا اومد آقای منصوری دل کنه بره؟ نه عزیزی من، نه بره استادیوم؟ میخواست بره، من نداشتم. کاری نکنه براش؟ اجازه بدید چتاب نکنید آقای استاد. آقای روش خواهش میکنم، آقای منصوری هر آنچه از دستشون برمیومد برای ایشون انجام دادن، بنده شاهد بودم. مسکن این که آقای منصوری به ایشون تزریق کردن، 30 دقیقه به ما فرصت میده، یعنی فرصت بسیار مغتنمی رو برای ما پدید آورده. نیم ساعت؟ بله، که ظرف نیم ساعت بتونیم همه ابعاد ماجرا رو از هر جهت بررسی کنیم که ببینیم چیکار میشه کرد. آقای رکن‌آبادی، این جان دل آقای رکن‌آبادی شما میکنه جان من. جان مگه میشه در عرض نیم ساعت همه ابعاد حادثه به این بزرگی رو، اونم به این بزرگی رو بررسی کرد؟ یه چیزی میفرمایید شما؟ شاید. نمیشه. شما استاد بابا چرا قد قضیه رو بزرگ؟ اجازه بدید من وکیل شما هستم. یه خیلی بزمین از صحبت میکنم. جناب استاد، در عصر های تکنولوژی حوادث بزرگتر از این رو در عرض چند دقیقه و حتی چند ثانیه بررسی و چه بسا نتیجه گیری هم میکنم. آقای رکن‌آبادی جان، حالا اومدیم و در عرض نیم ساعت نشد نتیجه گیری کرد، این بنده خدا چه خاکی تو سرش بریزه؟ هیچ، یه مسکن دیگه بهش میزنیم. چه؟ بله؟ یه مسکن دیگه چی آقای رکن‌آبادی؟ این حرفت حل قانونی و پزشکی. باید درد رو از ریشه و اساس و بنیاد و بن بررسی کرد. زیر بنایی بررسی کرد، رو بنایی که نیست که. نه اصلا کار بناییه. اجازه بدید آقای منصوری تشریف بیارید یه لحظه دم بذار. امجد هستم، استاد امجد. بله. خیلی ببخشید، خیلی عذر میخوام مزاحم اوقاتتون شدم، ولی جناب منصوری این کار شما مغایر با تمامی اصول به رسمیت شناخته شده یه بین المللیه. این کار حتی میشه گفت غیر انسانیه. غیر انسانیه که غیر فرهنگی هم هست خانم. بله بله. مهم اینه که غیر پزشکی نباشه، که خوشبختانه نیست. شما بفرمایید وسیله و امکانات تهیه بفرمایید. چشم، بنده ایشونو معالجه میکنم. اصلا ببرید، به نظر من اصلا ببرید پیش یه متخصص. آخه من چجوری به شما بگم، من چیزی حالیم نیست. خب نمیتونم اصلا، یعنی این که الان من این فکرم در حال حاضر یه جای دیگه است. اینی که حالا راضی شدین استاد امجد؟ ما باید ظرفیت هامونو در نظر بگیریم.
حالا اینا چرا گذاشتینش اینجا؟ آقای مهندس خب ببرینش یه بیمارستانی، کلینیکی، جایی آخه. با پول؟ پول میخواد سرکار خانوم. شما چرا ظرفیت های منو در نظر نمیگیرین؟ کلی خرج و مخارجش میشه. خیلی خوب، اقلا الان ببرینش تو اتاق خودتون تا پول لازم فراهم بشه. آخه اینجا وسط حال نه در شأن مقام شماست نه ایشون. چرا تو اتاق من؟ چرا تو اتاق من؟ پس تو اتاق کی؟ مگه این کارگر شما نیست؟ ای بابا چند بار بگم استاد، ایشون کارگر من نیست، من اونجا فقط مهندس ناظرم. امین، ولی در حال حاضر تو این دفتر ایشون از همه ما به شما نزدیکتره. بعد ببریدش تو اتاق خودتون آوردینش اینجا. ببرش تو اتاق خودت. جناب استاد من نیاوردمش اینجا. پس کی آورده؟ فیروز آورد. فیروز کیه؟ دوست مراد. مراد کیه؟ ای بابا. امجد آقا استاد. بله. من بیچاره فلک زده 2800 استخوان شکسته که سقوط کرده را میگه دیگه. مرادش. آقای رکن‌آبادی، تو رو خدا یه کاری بکنیم. مثل که این مشکل فقط به دست شما حل میشه. آخه من چی کارم که تو کار مردم دخالت کنم؟ میدونم چی میگین، اما اقلا وکالتش رو به عهده بگیرین، اونجوری میشین همه کارش. بیارینش تو اتاق من. آقا جلال بی کمک. کمک کن. آقای مهندس، این عکس پیریاتونه؟ پدرمه، خدا بیامرزتش. روح شاد، روح همو شاد کردین با حرفات. گفتم بیارنت اینجا تا مطلب مهمی رو بهت بگم. خدا عمرتون بده آقای مهندس. در طول زندگی یه بار، یا اگه خیلی خیلی خوششانس باشی فوقش دوباره این اتفاق واسه آدم میفته. من؟ آقای مهندس ما خیلی خوششانس بودیم که نمردیم. منظورم اینه که باید حواست رو جمع کنی، حد اکثر استفاده از این اتفاق ببری. آقای مهندس، ما 2-3 ستون از 4 ستون بدنمون قوت بگیره ما را کلا اونو میندازیم بالا. استفاده نخواستیم. بی خود؟ تو نمیخوای نخوا؟ بقیه چه گناهی کردن آقا؟ بقیه کیه آقای مهندس؟ چه میدونم، زنت، بچه هات، همه اون کسانی که ازت مراقبت میکنن که خوب بشی. آقای مهندس، ما خودمون به خدا مقصر بودیم. این آقای مهندس هی به ما گفت، هی گفت که راه میری رو پشت بام مواظب باش. ما عبس تو فکر قرض و قله و کار بودیم، نفهمیدیم یه و سقوط کردیم. ببین دیگه هیچ وقت نگو من مقصر بودم، هیچ وقت. چرا مهندس؟ چون مقصر نبوده جانم. اینی که من بهت میگم، تو از ایمنی کارگاه چیزی میدونی؟ نه. از مسئولیت مهندس خبر داری؟ نه. بیمه شخص ثالث میدونی چیه؟ نه. بیمه شخص ثالث حوادث؟ نه. جدی میگی؟ نه. نکنه خارجی هستی؟ نه آقای مهندس، خارجی چیه؟ ما همین جایی هستیم. پس به من وکالت بده تا از مسببین اصلی حادثه خسارت بگیرم برات. آقای مهندس، خسارت چیه؟ جخ اگه اینا پول خرج کفن و دفن و شب هفت و چلوم ما رو بدن، ما رو بس. خسارت پیشکششان. ازم که حرف خودتو میزنی. ما باید به مرگ بگیریم تا به تب راضی بشن. گوش میکنی چی میگم؟ بله. ما باید ادعای خسارت بکنیم تا خرج دوا درمونت بدن. باش. میفهمی چی بهت میگم؟ آره. باش. خب. باش. آقا داره تو دوبه کیفشو میکنه، اون وقت تو از طبقه پنجم ساختمونش باید بیفته پایین. آقا تو چه گناهی کردی؟ آقای مهندس، طبقه پنجم کدامه؟ برج آقای مهندس ما فقط 4 طبقه است. یهو نگیم برای آقای مهندس بد تمام میشه. حالا هرچی، تو
تو چرا از طبقه چه میدونم چهارمش باید بیفتی تو زیر زمین که بشه پنجتا؟ کدامه آقای مهندس، کاش میرفتیم زیر زمین راحت میشدیم. خوشبختانه حالا که راحت نشدی بیا بیا این کاغذ رو امضا کن تا من رسماً بشم وکیلت. بیا آقای مهندس، استخوان دیگه نمونده که همیش که منصوری راستسکی بهت مسکن زده. گیر نمیکنه. اب نداره، بیا انگوش بزن. چی هست این؟ چی آقای مهندس؟ اوکی خیر خب آقای مهندس، شما برای اینکه وکیل من بشی پولم میخواین؟ نه جانم، نه عزیزم، من که از تو پول نمیگیرم. اصلا مگه تو پولی هم داری؟ نه آقای مهندس، اگه پول داشتیم که نمیافتادیم. نه من از تو پول نمیگیرم، ولی اگه خودت رضایت داشته باشی یه درصدی از خسارتی که برات میگیرم برمیدارم. آقای مهندس، درصد مختصر یعنی چقدر؟ اینجا نوشته عزیزم. سواد داری؟ آقای مهندس، من که سواد ندارم، که اگه سواد داشتم دنبال کار نمیگشتم. آقای مهندس، 15% من، 85% شما، 85% من، 15% شما. این قرارداد اشتباس. نه نه نه، این اشتباس، این قرارداد فرخیه. نه من معذرت بخوام، نه این نیست. 85% ببخشید. ولی تو که سواد نداشتی؟ آقای مهندس، سواد که ندارم، ولی عدد و رقم که سر ما می شود. آقای مهندس، مثل که دارم با آقای اشکانی صحبت می کنم. اشکانی کیه؟ همین صاحبکار ما که رفته دبی توالت فرنگی واسه برجش بیاره. دبی؟ چطور با تلفن دفتر؟ بابت خسارتت وکیلم. شما وکیل بودین و ما تا حالا به شما میگفتیم آقای مهندس. آقای مهندس؟ حالا وکیل؟ بله. مبارک. آقای اشکانی، آقای اشکانی شما گوش کنید، آخه من پول از کجا بیارم؟ نه آقا جون، شما روز نصف دستمزد منم ندادین. بله بله. گوشی گوشی میگه 4 تا کیسه سیمان بفروشین خرج دوا درمونش کنه. ای بابا بده گوشی رو ببینم. نه آقا، این آدمی که من دیدم یه کامیون سیمانم بفروشی خرجش در نمیاد. خب من از کجا بدونم قیمت سیمان چنده؟ خب این معلومه دیگه. چشم روشن. آقای منده گوشی گوشی جان، تلفن ما گیر بردی؟ نه آقای رکن آمدی، به خانم بهارلو گفتم خرجش خودم میدم. آقای مهندس، خانم جان، سلام منو به آقای مهندس برسانید، بگید 28000 تا استخوانش شکسته. تفلکی. خیلی خوب، خیلی خوب، تو حرکت نکن. پس چرا قطع شد؟ خوب چون پای پول اومد وسط، هر جا دیگه هم بود قطع میشد. حالا چیکار کنیم؟ شما ماشین داری؟ نه با ماشینم کجا بود، من مهندسم. بعد با تاکسی بریم. بریم دیگه. کجا آقای رکن‌آبادی؟ تو رو خدا یه فکری به حال این بنده خدا بکنی، گناه داره به خدا. نگران نباشین، میخوایم ببینیم میتونیم بجنبیم یه پولی برای این بنده خدا جور بکنیم ایشالله. خدا خیرتون بده، دستتون درد نکنه. نه نه سرکار خانم جان دوست، اینطور نمیشه که بشینیم ما اینجا و دست رو دست بذاریم و شاهد و ناظر و نمیدونم نظارگر یک آدم بدبخت باشیم، یک انسان باشیم. نمیشه.
باید یه کاری بکنیم و با زیربنایی باید کار بکنیم. نه کاملا درسته، منم موافقم استاد. البته این اتفاق در اثر بی احتیاطی خودش بوده که سرش اومده. اتفاق بوده دیگه. بله درسته، ولی خب در هر صورت وظیفه انسانی ما هم حکم میکنه که بی تفاوت از کنار این قضیه رد نشیم. حتی میشه سکا خانم جان دوست به دوستا آشناها تلفن بزنیم، اونا رو در جریان کار قرار بدیم، یا حتی میتونیم تقاضای ملاقات حضوری بکنیم ازشون، حضورا بشینیم باهاشون حرف بزنیم و نظر اونها رو در مورد کمک به این نوع آدم ها و این نوع کمک های انسان دوستانه نظرشون جلب بکنیم. نه درسته، کاملا درسته. ولی خب میخواین یه کاری کنیم استاد؟ بله. شما با اینا تماس بگیرین، اگه یه کتاب مناسبی هم پیدا شد من به سهم خودم 30% تخفیف میدم، ویراستاریش میکنم. براو، احسن، آفرین بر سرکار خانم جهان دوست، آفرین به این سلیقتون بابا، به این فداکاریتون. امیدوارم کتاب پرفروشی بشه، یعنی به چاپ 5 و 6 و بره تا 10 و عواید بیشتری رو نصیب ما بکنه. البته این عوایدی که میگم نه به خاطر اینکه این عواید بره تو جیب ما. بله میفهمم. امیدوارم این کتاب پرفروش بشه، پرتیراژ بشه و اونقدر مخاطب داشته باشه، مخاطبینی بیشتر داشته باشه، مخاطبینی بیشتری جذب کنه و اونقدر این آدم ها به آدم های دردمند کمک کنن که ریشه فقر و بدبختی و نکبت از بن کنده بشه. بره پیکارش خانم. بله درسته، اما این کارگر بیچاره الان نیاز به کمک فوری داره ها، در حالی که خب چاپ یک کتاب یا اصولا هر کار فرهنگی خب زمان خودش رو میبره و در دراز مدت نتیجه بخشه. آفرین آفرین. کاش میشد یه جوری پول دوا درمون این بنده خدا رو تهیه میکردی. در این موردم میتونم خدمتتون بگم که من چند تا NGO Non-Governmental Organization از این مؤسسات غیر انتفاعی، مؤسسات خیریه سراغ دارم، که مؤسسات غیر دولتی سراغ دارم که میتونن به ما کمک بکنن و کمکاشون واقعا میتونه مؤثر باشه. میخواید بلند شیم بریم یه سری هم به اینا بزنیم؟ موافق؟ آی خدا دردم برگشته، یکی به دادم برسه بچه دکتر. الهی بمیرم. این دوباره دردش شروع شد، آقایونم هنوز بر نگشتن. شب شد جلال، بچه ها تو خونه منتظرم من. ای بابا. یکی به دادم برسه. چرا هیچ کی فریادم نمیرسه؟ آقا جلال تو رو خودت تو یه کاری بکن. بابا آخه چی کار کنم؟ من خانم بهاءالله اول کاری بر نمیاد که من میترسم بهش دست بذارم بدتر شه یه موقع. آخه من که از پزشکی اینا هنوز چیز زیادی سر در نمیارم که. من دور از جون شما چی میگن؟ انفرمیه یه چیز هم تا دست دوم. فیروز جان کجایی؟ ای کاش نرفته بودی. کجا رفتی منو تنها گذاشتی؟ تو رو خدا اینقدر داد و بیداد نکنین، اینقدر بیتابی نکنین، ایشالله زودتر خوب میشی. من خودم واسه تو نز کردم. نگران نباش، این آقا فیروزم هر جا باشه الان دیگه پیداش میشه. صبر داشته باش دیگه. بابا اصلا میدونی چیه آقا مراد، آدمی زاد تو درد و رنج به یه جایی میرسه، فهمیدی؟ بله. آقای مهندس، امجد استاد، آقای وکیل، بانو خانم، کجا رفتین شما؟ بابا بی خود خودتو خسته نکن، همه شون رفتن بیرون. یه زبون سالم داری اونم عبه میبری یا؟ آی خدا دردم گرفته، چی کار کنم؟ کجا رفتن؟ کی میان؟ نکنه منو تنها گذاشتن رفت؟ همه شون با هم دیگه رفتن واسه یه خورده پول جور کنن. پول؟ آره پول. مگه پول نداشتن؟ اون همه آدم گنده پول نداشتن؟ پولی که کرایه تاکسیشون رو نداشتن بدن بندگان خدا، پیاده رفتن تفلکی ها. آره فکر کنم واسه همین هم اصلا بر نگشتن. ای وای خانم جان نگین، آدم دلش کباب میشه، کباب. آخه آدم چقدر میتونه درد و رنج دیگران رو ببینه و نتونه براشون کاری بکنه؟ آی بچه دکتر کمکم کن، خودم رو از این پنجره بندازم با این راحت شم. کجا بابا بشین سر جاده. میخواد چرا تو 5 طبقه افتادی پایین دیگه؟ 208 استخونت همش شکسته، تموم شده رفته، استخون سالم نداری که الان یه توپ شدی. بندازی پایین دوباره، تازه اینجا بندازی پایین میافتی تو اتاق آقای دکتر، لااقل از اونجا بعد بندازی 2 طبقه است. اونم از 5 طبقه افتادی نمردی، از 2 طبقه حالا بندازی.
پنج طبقه چیه باز میگی بچه دکتر؟ چهار طبقه. واسه آقای مهندس حرف در نیارین، میاد اماکن شهرداری ازدش میکنه. ولی خانم بهارلو خوب شانسی داره. من اگه یه جای این بودم و الان جنازم تو راه سیلاباد بود. عمرش به دنیا بوده. شانس؟ بچه دکتر تو به این میگی شانس؟ خانم اونجا ما شانس نداره. یکی کمکم کنه. آقای فرخ سلام. من نه من رو بیه تو رکنابادی. آقای خدا شما رو رسید. آقای فرخ خدا شما رو رسید. خدا پدر تو بیامرز اون بعد. خدا پدر شما رفتگاه شما آقای رکنابادی تشریف ندارم. من نیست تشریف رفتم بیرون. خب من زحمت نه نه تشریف داشت کار داریم. آقای فرخ کجا تشریف میبرید؟ چی شده؟ چی شده؟ کارگر آقای مهندس از ساختمون افتاده پایین. خب چه جالبه. بله چرا آوردنشون حالا اینجا؟ چرا نبردنشون بیمارستان؟ میگه که یه آسپاس دیگه. چجوری آخه آقای فرخی؟ این که بیمه نیست، ما پول نداریم ببریمش. خب بیمه نباشن اصلا مهم نیست، چون که طبق قانون تمام بیمارستان ها موظف هستن که به تمام بیماران در شرف مرگ رسیدگی کنن تا بعدا تکلیف وضعیت مالیشون مشخص بشه. پیغام بذارین من به آقای رکنابادی اومدم نبودم. کجا کجا من با حضرت یک کار کوچیکی دارم. کی برمیگردی؟ من برمیگم. نه یعنی کی بعدم وضعیتشون معلوم بشه کی پولشو بدن؟ خب بعدن که تکلیفش معلوم بشه، یا اینکه انشالله زنده بمونن، یا اینکه خدای نکرده از دست رفته باشه. خب اگه یه موقع خوب شد بعدم پولشو نداد چی؟ همونجا تو بیمارستان حبسش میکنه؟ نه نمیخوام حبس. نه بیمارستان نمیخوام، حبس دوست ندارم. حبسشون نمیکنن. در اون صورت هم تازه میتونن از طرح درمان رایگان بیماران بی بضاعت استفاده کنن. بله آقای فرخی صاحب بابا، مگه هست یه همچتری هم هست مگه؟ بله بله هست. من شما تا حالا دیدین که کسی از چیز بمیره، از بی پولی بمیره؟ نه راست میگه. ولی من نمیدونستم. حالا که اینطوری شد، من خودم گوهر و بچه‌ها و پدر مادر گوهر ننه بابای خودم اینا همه رو به موت فردا میبرمشون همینجا. ابن الوقتی بابا. آقا جلال یه فکری به حال این بیچاره بکن، از دست رفت. چش ای بابا. خب اگه کمکی از دست من برمیاد، آره حتما من در خدمتتون هستم. میخوام ببرمش همین بیمارستان مجهز فوق تخصصی که سر کوچه هست، همینجا. بله بله بله. آقای فرخ متدش جدیده اون؟ اونش دیگه نمیدونم. من نداره بیمارستانه به هر حال. یه کمک بکن آقای فرخ، اینو ببریم با. نه خواهشم من باش. خدا اجازه بده. Thank you.